به نام خدا. سلام، به جلسه دوم آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایتحقیرات خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم بریم ادامه مطالبی که جلسه قبل گفتیم رو پی بگیریم. تو جلسه قبل در مورد تهیه و تنظیم لایتحقیرات و مفهوم هر کدوم صحبت کردیم، راجع به مدت اولیه، مدت پیمان، تحقیقات مجاز و غیر مجاز و ماده 3 شرط عموم پیمان، تغییر مدت پیمان رو با هم دیگه ریزه‌کاری‌هاش دیدیم. علاوه بر اون کلی من موارد قابل قبول و غیر قابل قبولی که پیمانکار میتونست برای توجیه تحقیقاتش ادعا بکنه رو بهتون گفتم. تو این جلسه میخوام بریم با همدیگه یه سری ریزه‌کاری ببینیم از نمونه هایی که داشتیم. یعنی میگم آقا توی این لایحه تحقیقات ما کاربرگ رو اینجوری پر کردیم، این موارد رو ادعا کردیم با این دلایل. اینا رو میبینیم، نمودار جریان نقدینگی رو میبینیم، صورت جلسه بررسی تأخیرات رو میبینیم، به اضافه این که من برنامه زمانبندی رو مفصل در مورد صحبت میکنم، خود برنامه زمانبندی، نمودار همپوشانی و بروز کردن برنامه زمانبندی توی نرم افزار MSP که همه راجع بهش صحبت میکنیم. خب اولین چیزی که باید بدونیم اینه که پرونده لایحه تأخیرات یا گزارش لایحه تأخیرات شامل چه اسنادیه. ببینید اینجا رو نگاه کنید، من میخوام بیام جلو دونه دونه با هم بریم و ببینیم که چه چیزایی داره. اولیش نوشته کاربرگ تمدید مدت پیمان. حالا دونه دونه بهتون میگم کاربرگ تمدید مدت پیمان، روکش، گزارش و اسناد و مدارک پیمان که بهتون حالا دونه دونه میگم، تو مثالا هم ذکر میکنم. اما اول از همه بریم مفهوم کاربرگ تمدید مدت پیمان رو بدونیم چیه. ببین یه برگه است شامل اطلاعات اولیه قرارداد، شماره و تاریخ قرارداد، موضوع پیمان، نام کارفرما، پیمانکار و مشاور، مدت و مبلغ اولیه پیمان و سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله تمدیدهای قبلی. توی جلسه قبل اگر خاطرتون باشه یکی از صورت جلسات تحویل موقت رو که بهتون نشون دادم تمدیدهای قبلی نوشته شده بود. این جلسه هم بهتون مجدد نشون میدم که یادآوری بشه. اما به طور کلی ما کی میایم لایحه تأخیرات میدیم؟ مثلا زمانی که گفتم مدت اولیه تموم شده، یک ماه مونده، یا اون تمدیدی که کردیم داره تموم میشه، یک ماه معمولا مونده، میایم لایحه تأخیرات میدیم و گفتیم که اگر بشه از اون قبلیا مدتی طلب داشته باشیم زمان، میریم از ابتدا شروع میکنیم به نوشتن لایحه تأخیرات، ولی اگر نیاز نباشه میتونیم از همون بازه زمانی که تمدید گرفتیم و توش حالا به تأخیر خوردیم از همون استفاده کنیم. بریم با هم ببینیم کاربرگ تمدید مدت پیمان چیه، چون که کارفرماهای مختلف کاربرگهای مختلفی دارن. اما اگر کاربرگی نداشتن یا ارائه ندادن میتونید از این کاربرگی که من بهتون میدم استفاده کنید. این کاربرگ برای شرکت ساخت و توسعه راه هاست و به صورت کلی چیز قابل قبولیه. یعنی کاربرگ مربوط به تمدید پروژه عنوان پروژه رو می‌نویسه که احداث تقاطع و پل اتصالی کنارگذر چالوس به کنارگذر نوشهر خروجی تونل. کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسین مشاور و پیمانکار رو هم من نامشون رو پاک کردم. شماره و تاریخ پیمان، مبلغ اولیه پیمان 6 میلیارد و 990 میلیون تومان، مدت قرارداد 4 ماهه که شروعش میشه تاریخ تحویل زمین، یعنی 26/9/92. خب ما میدونیم که توی بحث لایحه تأخیرات روز رو ملاک قرار نمیدیم. وقتی میگیم 4 ماه، یعنی از 26/9/92 من 4 ماه برم جلو، میشه 26/10/92، 26/11، 26/12 و 26/1/93. اگر اینجا نگاه کنید تاریخ قانونی خاتمه قرارداد میگه 26/1/93. ما روز ملاک نمی کنیم. چرا؟ چون که یک سری از ماها مثل 6 ماه اول 31 روزن، یک سری از ماها 30 روزن مثل مهر تا بهمن و اسفند هم 29 روزه، حالا تو سالهای کبیسه میشه 30 روز. پس حواسمون هستش وقتی میگیم 4 ماه، این 4 ماه میتونه توی 6 ماه اولی سال باشه، میتونه توی 5 ماه بعدیش باشه، یا میتونه 2 ماه 31 روزه داشته باشه، 2 ماه 30 روزه. پس مدت پیمان رو که میخوایم در نظر بگیریم و تعداد ماه ها رو از تاریخ تحویل زمین بشماریم، به ماه میشماریم نه به روز. حتی توی بحث
بخشنامه 590 و مشکلات اعتباری و تخصیصی جلسه بعد بهتون میگم. اگر که میگه یک پروژه 30 ماه، باید بریم ببینیم اون 30 ماه چند روز میشه. اون 30 ماه 900 روز نمیشه، ممکنه بشه 910 روز، ممکنه بشه 909 روز، ممکنه بشه 913 روز، بسته به اینکه چه تعداد ماه 31 روزه و چه تعداد ماه 30 روزه و یه دونه اسفند 29 روزه رو داشته باشه. پس این نکته اول. نکته بعدی، شماره و تاریخ ابلاغ 125% رو برای ما نوشته و مورخ 1/4/95. ببینید 26/1/93 تاریخ قانونی خاتمه قرار داده، ولی اون چیزی که تمدید قبلی بوده تا 31/2/95 بوده. من اگر تحویل موقت این مورد رو براتون بیارم توی بحث تمدیدهایی که انجام شده نگاه کنید، مدت تمدید پیمان با ابلاغ شماره، اینجا شماره اون ابلاغی است، مورخش هم اینجا نوشته و قرارداد اول قرار بوده تا کی ادامه پیدا کنه؟ تا 26/1/93. تو تمدید اول تا 30/9/93 میگیرن، تمدید دوم 31/6/94، تمدید سوم 31/2/95، تمدید سوم 30/7/95 و تازه میگه که رسیدگی به تمدید در کمیسیون بررسی تأخیرات در دست اقدام است. چرا؟ چون روزی که اومدن تحویل موقت بگیرن، حالا ادامهش بعد توی گزارشش نگاه کنم تاریخ دقیقش رو بهتون بگم، بذارید نگاه کنم، 10/11/96 تحویل موقت شده. پس از این تاریخ آخر که 30/7/95 بوده تا 10/11/96 هم باز باید یه لایه تأخیرات دیگه داده بشه. پس ببینید که یک پروژه میتونه چندین لایه تأخیرات داشته باشه. و حالا برگردیم به همین کاربرگ پروژمون، من اینا رو ببندم. مبلغ کل پیمان و 125%ش میشه 8,318,100,000 تومان. شماره و تاریخ تمدید قبلی رو اینجا نوشته، مدت زمان تمدید شده قبلی رو نوشته که 5 ماه بوده، تمدید قبلی تا تاریخ 31/2/95 بوده و یه چیزی که اینجا به چشم میخوره، مدت زمان 125%ه که اگر نگاه کنیم مدت قرارداد 4 ماه بوده، 25% 4 ماه، یعنی 1/4 4 ماه میشه 1 ماه، پس 125%ش میشه 5 ماه. این همون داستانی بود که گفتم اگر افزایش مقادیر داشته باشیم، کار جدید داشته باشیم، میتونیم مدت پیمان رو به نسبت کار افزایش یافته هم افزایش بدیم. میگه از بابت افزایش حجم کار اینا نهایتا میتونن 25% رو بگیرند. خب 25% مدت قرارداد دیگه میشه 1 ماه و نهایتا بشه 5 ماه. خب درصد پیشرفت فیزیکی تا تاریخ درخواست تمدید 95%. شماره کارکرد و مبلغ مربوطه تا تاریخ قانونی خاتمه قرارداد، شماره 11 یعنی کارکرد شماره 11 مورخ 31/1/95، مبلغش هم به ریال 73 میلیارد، تقریبا 7,346,000,000 تومان. و درصد پیشرفت ریالی هم تا تاریخ درخواست تمدید 105%، یعنی 5% بیشتر از اون مبلغ اولیه پیمان که حالا 6,900,000,000 بوده ما کار کرد ارائه کردیم. بخش اصلی کاربرگ تمدید این قسمته که عوامل مؤثر رو میگه و مدت زمان پیشنهادی جهت تمدید به روز که پیمانکار پیشنهادش رو مینویسه، مشاور، دفتر منطقه و در نهایت کارفرمایی که تصویب میکنه، یعنی عوامل مؤثر احتمالی که گفته میشه، جمع زمان پیشنهادی با توجه به همپوشینی های زمان زمانی عوامل اینجا نوشته میشه و طبق اصول و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق، پیشنهاد 5.5 ماه تا تاریخ 31/7/95 افزایش مدت پیمان رو دارم که مهر و امضا میکنه پیمانکار. الان ما داریم در مورد این صحبت میکنیم، ما این آخرین تمدیدی که ما گرفتیم تا 30/7/95 بوده که این رو ما تا 31/7 حالا در واقع مهر ما هم که 31 روز نیست، این اشتباه ازای من درست بکنم، مهر ما 30 روزه دیگه، تا تاریخ 30/7/95 افزایش مدت پیمان رو داشتیم که بهمون دادن که در مورد عوامل مؤثرش و ریزه‌کاری‌هاش همه رو صحبت می‌کنی. پس
مهر و امضای پیمانکار برای این قسمت و درخواستش رو میفرسته. مشاور بررسی میکنه، نظرش رو اینجا پر میکنه و میفرسته برای کارفرما. ولی معمولا مشاور ستون رو خالی میذاره، میرن تو جلسه اصطلاحا کمیسیون بررسی لایحه تأخیرات و اونجا نظرش رو بعدن اعمال میکنه با توجه به حرفایی که رد و بدل میشه و هماهنگیایی که با کارفرما میکنه. پس از بررسی اسناد مدرک ارسالی مربوطه به تأخیرات پروژه فوق، پیشنهاد انقدر ماه تا تاریخ فلان افزایش مدت پیمان را می نمایم که مهندسین مشاور. و در نهایت هم پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق، انقدر ماه تا تاریخ فلان افزایش مدت پیمان تایید می گردد که نماینده کارفرما امضا می کنه و کار تایید میشه. اما عوامل مؤثر احتمالی چیا هستن؟ همونایی هستن که من جلسه قبل گفتم، با همدیگه یه مروری می کنیم. مشکلات مرتبط با عدم ارزیابی، عدم آزادسازی، این همون معارضات ملکیه. یعنی شما باید تو مسیر کارتون به یه زمین خوردید، نمونهش رو امروز بهتون نشون میدم، و کارفرما بعد میومده ارزیابی میکرده که این اصلا تو پروژه تو مسیر هست یا نیست. اگر هست قیمتش چقدره و باید از اون مالکش میخریده و آزادسازی میکرده و حالا انجام نداده این کار رو، که راجبش صحبت میکنیم. وجود معارضین تأسیساتی مثل انتقال نیرو، گاز، تلفن و آب، مشکلات اعتباری و تخصیصی بخشوم 590 مفسر صحبت میکنیم. ببین 752 روز از این بابت ادعا شده و همون 752 روز هم همپوشانیه، یعنی تمام این ریزها رو دربر میگیره، به خاطر اینکه الان کارفرماها نمیتونن پرداخت مناسبی داشته باشن و از این بابت بسیار متضرر میشن. یکی این که خب هی تمدید میگیره پیمانکار و کار میره جلو ولی درصدش کم میشه. حالا یه نمونه که بهتون نشون بدم قشنگ متوجه میشید که مثلا 30 ماه از مدت اولیه پیمان گذشته و پیمانکار نهایتاً 14% پیشرفت ریالی و 17% پیشرفت فیزیکی داشته و کامل 30 ماه هم ما تمدید گرفتیم بر اون پروژه. چرا؟ چون که مثلا 4 میلیارد و نیم صورت وضعیت داده بودیم تا تاریخ اون بررسی لایحه تأخیرات و از این 4 میلیارد و نیم 6 میلیارد طلب داشتیم. چرا؟ چون پیش پرداختم بهمون نداده بودن. خب پیمانکار میبینه آقا 30 ماه گذشته و کلی طلب داره، پیش پرداختاشو ندادن، خود در واقع بحث کارکردشو ندادن، خب دل سرد میشه، نیروی بیشتری نمیذاره، هزینه نمیکنه، برای چی بره میلگرد بخره، سیمان بخره، کار بکنه که بعدن طلبش هی بیشتر بشه؟ نمیکنه این کارو. از اون طرف کارفرما ضرر میکنه، علاوه بر این که در واقع زمان بهره برداریش عقب میفته، داره تعدیل میده. ما تو پیمانهای زیادی الان میبینیم که مبلغ تعدیل داره از مبلغ کارکرد بیشتر میشه. چرا؟ چون هی تمدید خورده و ما داریم هی تعدیل میگیریم. دیگه میلگردی که تو قرارداد بوده مثلا 3000 تومان، الان با تعدیلش کارفرما داره 13000 تومان میده، یعنی 10000 تومان داره تعدیل میده. چرا؟ چون که مثلا 3 سال 4 سال گذشته از پروژه تموم نشده، هی تمدید خورده و از این بابت کارفرما متضرر میشه. خب چهارمین مورد، مشکلات مرتبط به تأمین مصالح و کمبود آنها مثل قیر و سیمانه که 10 روز ادعا کردیم. همه اینا رو بهتون میگم چه جوریه. عدم دسترسی و یا نامناسب بودن معادن پیش بینی شده، تأخیر در ابلاغ نقشه‌ها و مشخصات که گفتم جزء مواردیه که نقطه ضعف خیلی از مشاورینه، تغییرات در طراحی احجام کاری و کارهای جدید، واریانت ها، پروفیل طولی، ابلاغ 25%. اینجا میگید که خب این افزایش مقادیر و اینها به چه نحو بوده، چند روز بوده، چقدر میشه ما ادعا کنیم در موردش. اینجا میبینید که گفته 125% که ما ابلاغ کردیم، یعنی میتونی تا 125% کار بکنی، اگرچه 125% پیشرفت ریالی داشتی، مبلغت نهایتا میتونه این عدد باشه و مدت زمانت ناشی از افزایش مقادیر هم نهایتا میتونه 5 ماه باشه. و بیایم پایین تر، ممانعت سازمان های محلی و سایر ارگان ها مثل محیط زیست، منابع طبیعی که مثالشو گفتم جلسه قبل، حوادث پیش بینی نشده در عملیات اجرایی مثل ریزش ها، رانش ها، محوطه های باستانی و غیره، مثل آتش سوزی، فوت عزیزی، هر چیزی.
حوادث قهری مثل سیل، خشکسالی، زمین لغزش، زلزله، مثل جنگ، انقلاب، آشوب، مشکلات ناشی از محدودیت‌های تأمین سوخت که 10 روز براش در نظر گرفتیم، دلیلش رو میگم، مشکلات تهیه مواد ناریه و آتشباری، این برای جاهایی که انفجار دارن مشکل اگر داشته باشن در تهیه حالا TNT یا اون موادی که به عنوان مواد منفجر استفاده میکنن میتونن اینجا بیارن. سایر موارد، تعلیق، روزهای تعطیل و غیره هم 20 روز در نظر گرفتیم که اینها گفتم جزء مواردی که باید استناد بکنیم، اگر نکنیم میتونن راحت خط بزنن. شرط جوی هم چیزی در نظر نگرفتیم و همپوشانی اینا همون 752 روز مشکلات اعتباری و تخصیصیه که من اگر بیام این 5.5 ماه رو ضرب در متوسط 30 روز کنم میبینید که میشه تقریبا 165 روز. خب و ما 752 روز فقط مشکلات اعتباری و تخصیصی داشتیم که کلن 160 چقدر بود؟ 5.5 ضرب در 30 به طور متوسط کلن 165 روزش رو طلب کردیم. پس کلی دیگه طلب داشتیم برای تمدیدهای بعدی. پس اگه لایه تخلیط بعدی رو میخوام بنویسم میرم تتاش رو، این بخش 590 رو از اول حساب میکنم، چون چرا اینجا یه مقداری طلب دارم. خیلی خوب، بریم با هم دیگه ادامه اسلاید ها. مورد بعدی غیر از کاربرگ تمدید، گزارش توجیهی تمدید مدت پیمانه. خب بریم با هم دیگه مثال نگاه کنیم و ببینیم که چه مواردی رو توی کاربرگ تمدید آوردیم. من بیام توی پیش نیاز دفتر فنی، توی لایه تأخیرات، توی نمونه ها. خب من هم کاربرگش رو باز میکنم هم گزارشش رو که بذاریم کنار هم و ببینیم که چه مواردی رو در نظر گرفتیم و توضیحاتش رو بهتون میگم. اول از همه بریم سراغ این قسمت. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی مدرک تمدید مدت پیمان قرارداد شماره فلان مبرد 18-8-93 پروژه عملیات اجرایی باند دوم قطعه 1 بزرگراه میان سرچم که مشاور و پیمانکار هم اینجا نامشون ذکر میشه. به این میگن روکش اصطلاحاً. یعنی شما یه روکشی میخوای که بذاری روی اون زونکنت یا روی اون در واقع تلق و شیرازت حالا اگه کم باشه و بگی که آقا این چیزی که من دارم به تحویل میدم چیه؟ اون روکشش اینجا نوشته میشه که مدارک تمدید مدت پیمانه. میتونه حالتهای مختلف دیگه ای داشته باشه، بهتون میگم، ولی در مجموع باید حتما نام کارفرما، نام مشاور، نام پیمانکار، عنوانش با عنوان مدارک تمدید مدت پیمان، شماره قرارداد و تاریخ ابلاغش و خود شرح عملیات پروژه هم نوشته شده باشه. حالا ما اینجا میایم یه گزارش میذاریم. گزارش رو در واقع به این شکل میدن که ما این کارها رو انجام، این کارها در واقع عواملی بوده که باعث شده ما نتونیم به موقع فعالیت‌ها رو جلو ببریم و هر کدوم باید توضیح بدیم. الان دونه دونه با هم میبینیم. میگه احتراماً با عنایت به اینکه مدت قرارداد شماره فلان مورخ 18-8-93 پروژه مذکور، یعنی کدوم پروژه؟ همین تمدید مدت، یعنی پروژه عملیات اجرایی قطعیه که بزرگراه میانه سرچم، از تاریخ تحویل زمین یعنی 24-8-93 به مدت 30 ماه بوده و در تاریخ 24-2-96 منقضی گردیده، لذا عوامل مؤثر در تأخیرها ذکر می‌گردد. قبل از اینکه بریم سراغ عوامل مؤثر، من اینو بهتون بگم و با همدیگه تاریخ تحویل زمین و تاریخ اتمامش رو هم بررسی بکنیم. ببین دوباره کاربرگ مربوط به تمدید پروژه است، عنوان پروژه، کارفرما، مشاور و پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان. مبلغ اولیه پیمان 36 میلیارد و 990 میلیون تومان بوده، مدت قرارداد 30 ماه بوده، تاریخ تحویل زمین 24-8-93 بوده. خب من تاریخ تحویل زمینم 24-8-93، اگر اینجوری بنویسم راحت تر میتونیم با هم دیگه بررسیش بکنیم. 24-8-93 رو من اگر بکنم 24-8-95 چند ماه به من اضافه شده؟ 2 سال معادل 24 ماه. خب من 30 ماه، یعنی 6 ماه دیگه باید برم جلو. خب 4 ماه تا پایان سال دارم، 4 ماه هم میشه، 2 ماه هم میشه اون ور سال، پس میشه 2 این ور میشه 96.
پس من اگر 30 ماه ببرم جلو میرسم به 24/2/96 که میبینید تاریخ خاتمه قانونیه و توی این گزارش هم بهش اشاره شده. و به همین ورتر شماره کارکرد و مبلغ مربوط تا تاریخ قانونی خاتمه قرارداد هم کارکرد شماره 10 بوده، مورخ 15/2/95، مبلغ 4,865,000,000. میبینید که 30 ماه تموم شده و درصد پیشرفت ریالی تا تاریخ درخواست تمدید 14% و درصد پیشرفت فیزیکی تا تاریخ درخواست تمدید 17% بوده نهایتاً. عوامل مؤثر احتمالی رو همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم که چیا هستن و با در نظر گرفتن همپوشانی 1380 روز که 30 روز در واقع پیمانکار 30 ماه پیمانکار طلب کرده، خب میدونید که 30 تا 30 روز میشه 900 روز، تقریبا 480 روز ما زاپاس گذاشتیم. یک، اگر تو جلسه کمیسیون بررسی تأخیرات یه بخشی از این تایم ها رو خط زدن، خیالمون راحته که خب بیشتر داریم و به تأخیر غیر مجاز نمیخوریم. دو، اگر که این تصویب شد، برای لایحه تأخیرات بعدی باز میتونیم از این قسمتی که زاپاس داریم استفاده بکنیم. بریم دونه دونه اینها رو تو گزارش ببینیم و ببینیم که به چه شکله. من اینجا هم حالا موارد رو میارم بهتون توضیح میدم هر کدومو. تأخیر ناشی از تغییرات در طراحی، احجام کاری و کارهای جدید از سوی کارفرما. میگه پیرو نامه شماره فلان مورخ 25/1/95 عملیات کارگاهی تونل قافلانکو تا ابلاغ نقشه ها طبق دستور مشاور متوقف گردید. طی نامه فلان مورخ 27/11/95 نقشه جدید به این پیمانکار ابلاغ شد که تا این زمان هم به دلیل پیشنهاد پیمانکار مبنی بر تغییر ارتفاع باند برگشت در جهت کاهش هزینه‌های پروژه مورد تصویب قرار نگرفته است، لذا میزان 308 روز در نظر گرفته شده است. 308 روز از کجا گرفته؟ میگه علل حساب من از 25/1/95 که شما گفتی دیگه کار نکن تا 27/11/95 تقریبا 10 ماه بوده، این مدت رو 308 روز در نظر میگیرم و میام اینجا میذارم توی این کاربرگم. ما این رو اول اومدیم توی تأخیر در ابلاغ نقشه‌ها و مشخصات نوشتیم، مشاور صداش در اومد، آقا به من ربطی نداره، کارفرما به من دستور داده بوده که آقا میخوایم نقشه‌ها رو عوض بکنیم در جهت حالا بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های پروژه و اینطوری بوده و من مجبور بودم و اینها. پس اووردیم توی تغییرات در طراحی و احجام کاری که منطقی هم بود و میخوردش. یه نکته ای که هست اینه که از تاریخ 25 فروردین تا بهمن ماه که نقشه ابلاغ بشه، آیا ممکنه که پیمانکار و مشاور و کارفرما با هم تبادل اطلاعاتی نداشته باشن؟ خیر، قطعا داشتن، قطعا در این مورد صحبت کردن، قطعا نامنگاری های شده، همه اینها باید توی اون زونکن یا تلق و شیرازه دیوایدر مربوط به این آیتم باشه. یعنی من باز میکنم، اولا اون نامه 25 فروردین باشه، دوما نامه بهمن ماه که نقشه رو ابلاغ کردن باشه، و سوما نامه هایی که این بینه. چرا؟ چون شما میرید توی جلسه کمیسیون بررسی تأخیرات میشینی، مشاورم هست، کارفرما هم هست، شما ادعا میکنی که از این بابت من 308 روز تأخیرات میخوام، بعد مشاور میگه که بله 25 فروردین ما گفتیم کار نکن، ولی 30 خرداد اومدیم طبق این نامه نقشه ها رو به شما ابلاغ کردیم، شما از 25 فروردین تا 30 خرداد و نهایتا مثلا میتونی 65-6 روز بگیری. خب و اینجا اصلا یه دفعه 308 روزت میشه 65 روز. اینجا باید آماده باشی شما، یعنی شما باید بگی اه نامه خرداد رو میگی، خب من فرداش یه نامه به شما زدم گفتم آقا نقشه هایی که دادی کامل نیست، اجرایی نیست، این مشکلات رو داره، خاطرتون هست آیا مشاور؟ بعد شما اومدی توی مرداد ماه به ما این نامه رو زدی، بعد من این نامه رو توی شهریور زدم، بعد اینجوری شد، بعد قرار شد که کارفرما این کار رو بکنه، اون چیزی که اتفاق افتاده رو باید بگی، وگرنه مشاور میاد نامه رو میذاره میگه آقا ما خرداد ماه به شما ابلاغ کردیم نقشه رو، کی گفته 308 روز، اصلا کجا آوردی؟
اونجا باید شما مدارک داشته باشی، دستت پر باشه و اینا همه باید توی اون قسمت باشه که وقتی به مشاور میدی، وقتی به کارفرما میدی، ورق که میزنه بگه نه همه رو دیده، اطلاعات تکمیله. مورد بعدی تأخیر مربوط به مشکلات اعتباری و تخصیصی بخشنامه 590 که طبق بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها به شرح محاسبات پیوست به میزان 1063 روز در نظر گرفته شده است که جلسه بعد مفصل در این مورد صحبت می کنم و این 1063 روز هم اینجاست. من اینهایی که احتمال این که به همون بدن در واقع تقریبا نزدیک به قطعیه رو اینجا می نویسم و در واقع سبز رنگش می کنم که مشخص بشه هر کدوم. دستور کار بابت تعلیق و تعطیلی ایام نوروز. به دلیل اینکه محور مورد پیمان جزء محورهای پرترافیک در تعطیلات ایام نوروز می باشد، جهت کاهش میزان خطر و تصادفات جاده‌ای با دستور دستگاه نظارت طبق نامه های پیوست، ببین باید همه نامه ها پیوست باشه، عملیت اجرای متوقف گردیده است. این توقف برای دو سال 94 و 95 هر سال 22 روز و در مجموع 44 روز در نظر گرفته شده است. برای تعطیلات عید نظارت میگه آقا شما مثلا از 25 اسفند تا 20 فروردین، حالا هر تاریخی که بدونه، شما کار نکن و توی این پروژه رفت آمدی نداشته باش، بیل نره بیاد که یه موقع حادثه ایجاد نشه. از این بابت چون نظارت گفته کار نکن، شما توی تمدید بگیری. پس اینجا 44 روز با توجه به نامه هایی که به همون زدن ها، نامه ها اینا همه باید ضمیمه باشه، درخواست تمدید میکنی.